بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله سرور منور خداوندی منظره رو بیان میکنه چه زیبا منظره است گویا یک منظره زنده است خدایا دوزخی ها میگفتن کافرها و منافقا میگفتن مسجد منسنا میگفتن عذاب دوزخ که بیتاقت میشوند پروردگار مراجعت میکردن به خداوند شکایت میکردن به خداوند پناه میبرند ربنا غلبت علینا شقوتنا خدایا ما در دنیا از روی بدبختی از روی بی‌سعادتی ما از راه پیغمبر تو از راه قرآن تو از راه اسلام تو دور شدیم یا الله و کننا قوما ضالین ما گمراه شدیم ما مقابل دین تو مقابل اسلام تو مقابل بندگان مؤمن تو کار کردیم ربنا اخرجنا منها خدایا جان من ای پروردگار ما به جان من جسوم کردیم اما یک باری دیگر ما را از این حد خانه بیرون کن یک باری دیگر ما را از زندان دوزخ برار ما دیگر هرگز نافرمانی تو نمیکنیم فإن عدنا فإنا ظالمون اگر من دویم باره گناه کردم اگر دویم باره برای مسجدی تو رو بستن کوشش کردم خدایا بعد من هر عذاب کنیتون یک بار دیگر مرا خبرانیم یک بار دیگر مرا از این زنداد دوزخ برو داد میتونم از چشماشان خون میبارد از چشماشان زردان میرود ایراد میتونم پروردگار که پادشاه حقیقی آن روز است میگوید چه میگوید پانستروسیها و نفسکندنون اون زمان برداشت پروردگار میگه ای سگان دوزخی به دوزخ درآید یعنی اخصا عربها در مقجای سگ سیاستگران استفاده میبرند این برای تحقیر و توبیخ اونهاست مفسرین کرام میگویند ای سگان دوزخ به دوزخ درآید و با من سخن نکنید دیگر یعنی شما دیگر عذر ندارید شما بوده که من از دو قطره آب شما را آفریدم شما را عقل دادم شما را چشم دادم دنیا را به اختیار دادم خورده معیشت کرده اما من نشناخته دین ایمان به مبارزه برده به قابل خالق حقیقا یا الله بعدش محتاج اونها ایمانی به من داشتن اونها فقط خدا میگفتن میگفتن خدای ما به تو ایمان داره خدای ما را رحم کن خدای گناهان ما را بگذر تو بهترین رحم کننده ها هستی اونها در مسجد فقط عبادت میکردن در مسجد فقط من یاد میکردن آموزش گناه طلب میکردن اما شما چی؟ شما چی؟ یا الله إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا فقط ذكر خدا ميگوشتن اونها فقط برای بنده های خدا را از دوزخ نجات دادن کوشش میکردن مقصد چند دیگر چیز نبود اما شما چی؟ اتخذتهم ذخریا شما اونها رو مسخره میکرده اونها به فشار و تضییق می آورده اونها رو هر چی تو تهمت میکرده بعضیش تحریری میگفتید بعضیش سلفی میگفتید بعضیش فوندمنتالیست میگفته اتخذتموهم ذخریا حتی انصوتم عن ذکری و کنتم منهم تضحکون اونها رو شما مسخره میکرده اونها را از منصبا از منبرای بلند تو از گزه تو جرنل هاتان اقیم مانده میگوشه
مسخره شام متربوله سر کرده نگسته در دام الله و اشاما افکی دیگه نگسته شام و کنتم من هم تد حکرو تو باشی مگه اینی جزایتهم اليوم بما صبروا خدای آدم تایت الله آدم اکن ما امروز این بندگانه رو که دنیا به تحقیر شما رو کشیده بودن دنیا به آزار شما رو دیده بودن امروز من اونها رو به این وضعی صبری کردگی شام که در آزار شما در تحقیر شما در طعنه های شما از ناچاری صبر کردن و وزمین شدن سپوت کردن امروز من پاداش اونها رو بهشت پر ناز و نعمت میتیارم انشاءالله اینی جزایت هم یوم بما صبرو انهم هم الفائزون اونها دیگر نست شما در این عذاب همیشه میرم دیگر خلاصی کنست الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا آخر این آیه بخلاوان چی مگر من هم صحبت خود در اینجا خلاصه میکنم خدا مگر هر عذابی که هر حکمی که من برای بندگان سرکشم کردم برای کافر منافقا و فاسقا کردم من این حکم خودم موافقی رفتار شان موافقی جنایت شان حکم کردستم خدا مگر من ظلم نمیکنم خداوند ذره ای رو بنده هاش ظلم نمی کنه جنایت شده موافق خدا مگر ما اون جزا بنابرای جزا از وفاقا این عذاب خدا موافق همون رفتار و کردار شده موافق همون گناه های کردگی شده بنابرای قرآن به خداوند میگه و من الله بظلام للعبید خدا هرگز ظلم کننده بنده هاش نیست